در واقع روی دستوری یک بازی میکردن و گفتم دیگه همشون حداقل دو سال سابقه فعالیت باشگاهی توی لیگ داشتن و هفته چهار مرتبه یا حتی بیشتر تمرین میکردن، همه از این سمت توی یک لول قرار گرفتن. دسته یک بودن؟ هیچ کدوم از رقابت های ملی یا بین المللی نداشتن؟ لیگ برتر نه، بس همشون در یک دسته ملی فقط مسابقات سطح ملی. بعضی از کیس های من تیمه ملی جوانان بودن، ملی جوانان یا تقریبا 3-4 نفرشون، ولی بقیه همه فعالیتشون توی لیگ دسته یک بود. حالا لیگ برتری ها رو خیلی سخت بود دست یافتن بهشون، البته میشون کانتکت باشون داشت ولی اینکه واقعا راضی بشن بیان شرکت آمن یه بر سخت بود. ما سعی کردیم رو اینا فهمی بگیم. مشکلی اجرایی داره برای یه تغییر حلش کرد توی منفید مطابقه شما من به ایچه در اون رو صحبت نمی کنم، فقط بسند این که سر تغییرتون برشار ایچه سر تغییر کنم دسته یک بودن. سوال از این یاد پرسیدم که توی که جدره شما که دامنه حرکتی و SLS اومده بودی با هم دو بود رو بیرس کرده بودی استندیشن هاتون خیلی باز بود، فهمیتون بزرگتر بود که جوری تنجور بشه. چرا همچه انتخاب بودید؟ شما کسی داشتید که میتونستید اکسپلودش بکنید، مثلا تطاق کنید این انجام و بعد میدونید این کنید خیلی مثلا نوانیتش مثلا اوورشوتینگ یا آندرشوتینگ یا اینکه نه همشون تقریبا توی این اینجوری به نظر میسی که همچین چیزی بوده شد مثل دیویشن هاتون نمیشه اینه که نگاه کنید شما وقتی میانگین دارید مثل دیویشن بازه، یعنی که فرض کنم که میانگین از این وسط و بعد سایر این اینقدر طول داریم که دو طرف کاملا کشیده شده و این یه مقدار ایرور پیش میاد و به صدا برداشت مقایسه دو تا گروه رو هم میگه یه مقدار مخدوش میکنه. البته این استاندارد نشینی فقط توی سینگل لگ اسکات خیلی پراکنده نیست. دقیقاً همینطوره. خب اونم شما این مقدار ملاک که بحث خودتون قرار دادید. مثلا یه بار گیشه که من که واقعا اگر چیزی کنید از خطاب بکنید اگر میتونستید این خطاب کنید یه بار دیگه مقایسه را انجام بده شاید این منیزه داشته شاید هم بیشتر منیزه داشته. بعد در مورد مدارک ها و نیاز های بود و مطالعه و خوبی از مطالعه اشاره که کردید در مورد مدارک های خروج از مطالعه که در واقع ما میتونه مدارک های ورود به مطالعه باشه با یک پیشوند عدم مثلا چیز عدم نیست نیدیم که بودیم بخواهی خروجتون مثلا میدونی که خروجتون شرایط خروجتون وجود درد میتونه یا تو غرور بشه عدم وجود درد در طبیل مجاده یا عدم شکستی یا در اصلی لگنجه عدم کوتاهی همستگی و بقیه. در اول شما میتونید در اول میتونید اضافه کنید مثلا عدم همکاری دیگه فرض مثلا همکاری نکرد یا فرض کنید که عدم توانایی به ادامه تست ها یا اینکه در حین تست یا قبل تست التهاب ایجاد شد درد ایجاد شد نتونستی شما تست رو کامل کنید اون میشه اکسکلوژن کرایتریا شما. اینو چطوری تیمش کردیم که مطالعه خودتون چطوری پیداش کردیم؟ آیا در نظر داشتیم؟ بله، توی پرسشنامه بار دومشون بود، بار دقیقا چون ممکن بود با هم اوورلپ داشته باشه. بله بله، من اینا رو توی پرسشنامه که از افراد گرفته بودم گذاشته بودم اینجا نردیم.
این قسمت ورود و خروج از مطالعه خیلی مهمه، بخاطر اینکه ما بدونیم واقعا شما چه چیزایی رو در نظر داشتین، چه چیزایی در نظر نداشتین. اون چیزایی که اینترفر میکنه، تداخل میکنه ریزالت شما، از همین جا در میاد. میشه قضاوت کرد که نتایج شما از سر بگیره یا غلط سنگین بوده. من حتی توی پایلوت استادی متوجه شدم که کوتاهی همه سینی هم باید نظر گرفت، چون تو خیلی از تسکام عامل مخدوشگر میشد. توی پایلوت استادی متوجه شدم، سنگ رو اضافه کردم و دنبالش رفتم، دیدم که توی دو سه تا ریتنس گفته شده که بعد باید باشم. یعنی شما چند تا رشته درجه توی هم توی دیسکاشنتون و هم توی قسمت دیگه انتباهی ریزارت میمهده به این که نمیشه واقعا پیش بینی کرد که آیا احتمال ثبات مرکزی بوده. بله، نه بعد درست مطالعه شما مقطعی بوده، اما دیسکاشن شما که مقطعی نیست. میتونید تو دیسکاشنتون اینو یه مقدار باز کنید، رجوعی صحبت کنید، یا مثلا اونجا یه بحث مباحثی رو باز کنید در مورد نوروفیزیولوژی قضیه، پاتوفیزیولوژی قضیه، کانکشن هایی که ممکنه توی تعادل وجود داشته باشه و ارتباطش با کشیدگی و فیله هایی که در تحمل وزن ممکن پیش بیاد. متقابلش قطعاً کشیدگی و پاریدگی کانیونی یا ریانی هست. این در واقع یه نوع ثبات مرکزی که مطرح میکنیم، چون ثبات به هر صورت پروپریسپشن، CLS، سیستم های پریفری، اینا ارتباط داره. جایی این مبحث توی بحث شما خواهیه که در مورد این شما صحبت بکنید. خیلی ساده هم هست، خیلی مشکلی نیست. به هر صورت در توجیه که یافته های شما میتونید خیلی مؤثر باشه که آیا این اوله یا اون اوله یا اون اوله این اوله. صحبت مرکزی ارتباط پیدا میکنه، زایر پیش میاد یا زایر پیش میاد ارتباط. به هر صورت توجیه این قضیه بزنید که این ارتباط رو بیشتره و یه ورزشکاری میتونه مثلا موفق تر باشه که پرفورمنس در بهتری داشته باشه، قدرت، تحمل، سرعت و دقت. این هم فاکتورهایی که وین رو تعیین میکنه، یعنی برنده شدن یک تیم به یک فرد رو ورزشکار رو مشخص میکنه. شما اینا همه رو میتونید به سیستم های پروپریوسپشن، میتونید به سیستم های مرکزی، حالا اخیرا کوگنیشن، دریافت مغز، رفتار مغز نسبت به سیستم های مادی میتونید اونها در نظر بگیرید و یه مبحث توی قسمت آخر مطلبتون باز کنید و در دو بیشتر بزنید. وقت خیلی کامل و خیلی دقیق میشه مطلب رو گرفت و در موردش بگذار کرد و نتایج رو دیدار است. یه چیز آخر که بدن تا عرض کنم به عنوان کامل این هست که شما به طور قطع و به طور دقیق نمیتونید یک اختلال رو یا یک فیلر رو نسبت بدید به یک عامل دیگه، به خصوص جایی که خیلی مطلب بازه، یعنی فاکتورهای بسیار متعددی وجوده. بنابراین وقتی همچین جایی شما استدلال کنید بهتره که خیلی استریت نگید که به از اون مثلا مایل داخلی ارتباط داره، در حالی که شما در این حد توضیح کنید شما اونجا مایل داخلی به هیچ وجه نمیدید تست بکنید، ولی برداشتتون این است بخاطر اینکه این کار اینه پس این نتایج ممکنه به این دلیل ممکنه بعد این کلمه رو من خواستم شما اشاره کنم، یعنی همیشه توی بحثتون باید از کلمه ممکنه میتواند در صورت این ارتباط شاید در ارتباط با چی استفاده کنید. خیلی استریت تو بحث نمیشه صحبت کرد، در کل خیلی خوب بود، بهتون تبریک میگم. مشکل خاصی ندیدم غیر از چیزی که عرض کردم خیلی ممنون، اینا رو مگه نمیشه استار بکنید و با امید اینکه واقعا این کارا معلوماتی باشه که معلوم باشه خوب و اینکه این مطالعات بیشتر و بیشتر بیه ورزشکارا انجام میشه از دید فیزیوتراپی و از دید پیدایشن و تراپی بهتون تبریک میگم. سلام خدا، من خیلیتون فرمیش میگم مطال کاری خوبی که انجام دادیم و اینکه با توجه به مشکلاتی که دانشجویان فیزیوتراپی ورزشی دارن و بخاطر تونستیم همکاری ورزشکاران رو جلب کنیم. یه چند تا پیشنهاد یا نکته هست که خدمتتون میگم برای نگارش پایان‌نامه‌تون، یکی این است که شما اهداف جزئی در واقع توصیفی و تحلیلیتون به نظرم میاد که این مقدار با همدیگه مشابهت داره. در واقع شما که قسمت توصیفی تعیین تفاوت رو ذکر کردی برای متغیرتون و اهداف تحلیلی هم مقایسه رو ذکر کردی،
شما برای تعیین تفاوت در بین مقایسه انجام می‌دهید. در قسمت سوالات هم که معمولا سوالات با در واقع اهداف توصیفی باید مطابقت داشته باشه، این بهتره که تغییر کنیم. به جای اینکه شما در سوال به این آیا تفاوت دارد، بتونیم بگیم که مثلا میزان تحمل عضلات چقدر است. بعد یه نکته ای که در رابطه با این اندازه‌گیری کوتاهی عضلات از دکتر ران، شما برای اندازه گیریش میزان درجه ای که ران به ابدکشن پسیف برده می شد رو نگاه داشتیم؟ بعد اگه مثلا فردی توی این انجام این کار درد داشت چی؟ ملاکتون چی می شد؟ در واقع ما این ملاک رو به عنوان در واقع سنجش کاندیشن و انتخاب پذیری به کار بردیم و این توی این قضیه درد خیلی دخیل نبود، یعنی پیش نایمد که کسی درد داشته باشه درد نداشتن. چون معمولا که از سریعه که برای بیتیلیتی می کنن توی کتاب و دیفرانسی جدی دیدی که میزان رنج آف موشنی که بین فری باشه در واقع لحاظ شده ولی نوشته نشده. در نظر می گرفت و خیلی اختصاصی بود گنجوندم، ولی حالا اگر در رابطه با پرفورمنس هم کفایت می کنه من میارم اینجا. در رابطه با ثبات مرکزی خیلی کم در واقع از مطالعات بوده. حالا من نگاه می کردم که ارتباط بین فور استابیلیتی و عمل کرد هم که خود شما اشاره کردیم بررسی کرده بود و در این مطالعات از همین دابل لگلاورین استفاده کرده بود. بله اسم این فورمنس اسم این رو البته گذاشته بود کور استابیلیتی تست، یعنی این معیار خیلی مهم برای استابیلیتی. اینا همش کور استابیلیتی بودن، یعنی همه این تستای من کور رو در واقع سنجش میکردن. خب حالا من تک تک اسماشون رو جدا کردم، ولی همونطور که گفتم چون در رابطه با پرفورمنس بود من فکر میکردم اهمیت داشته باشه اینجا بیاد، ولی حالا میشه اوردش. من اگه یه اشاره بشه حداقل یک مقاله باشه که حالا به شکل حاشیه‌ای همچون جواب دکترم گفتم، چون در قسمت بحث شما در این قسمت تست مطالعات مشابه حالا خیلی ذکر نشده، بیشتر ارتباطش داره به فانکشن عضلات. من فکر می‌کنم اینطور کمک کنه به این قضیه. بعد حالا سوالی که داشتم قضاوت خودتون رو به حال این کار رو انجام دادین، به نظرتون کدوم از این تست ها اگه مثلا بخواین توصیه کنید که انجام بشه میتونه خیلی اختصاصی تر باشه برای اینکه توصیه کنید که بهتر این رو شما انجام بدین؟ یکی همین تست دبل لاورین بود و تست سایت ریچ تست خیلی تو همون جلسه ای که انجام میشد مشخص بود بین افرادی که مصدوم بودن و با افرادی که سالم بودن که اینقدر تفاوت واضح بود که تو همون جلسه ای که تو کار آماری هم نبود این دو تا تست خیلی مشکوک بود تفاوت. البته پیشنهادتون برای جلوگیری از بود مجدد و توجه به نتایجی که گرفتین اینه که چه جور تمریناتی انجام بدن؟ تمریناتی که در اساسی کور باشه، یعنی مفهوم کور توی تمرینات در نظر گرفته شه با توجه به زنجیره حرکتی تمرین داده بشه. بیشتر تحملی رو توصیه می‌کنم، تحملی یا قدرتی، چون الان شما در واقع اینجا عضلات تحملی بیشتر و عمل کردی در نظر من. مفهوم کور بیشتر مفهومی که الان در نظر میگیرن بیشتر عضلات عمقی رو در نظر میگیرن و بله البته بازم اینا رو استیج تو خیلی از مقالات دارن، مثلا تو استیج یک باید اینجوری باشه استیج دو، ولی اول مرحله اولی همه روی تحمل و تاکید بیشتری دارن بعد روی اسکیل و قدرت. خیلی متشکرم. سوالاتی مطرح شد حالا من در حد کفایت پاسخ دارم میشونی دارم این چند قطعی که هم آقای دکتر هم خواهد بودر شده کردن
اول مواردی هستش که باز اگر جای صحبت داره من اساتید راه نما خواهش میکنم اگر با توضیحی دارن، چون همین یک مقدار قضیه سوالا باز باقی میمونه که به حال اصلاح باشه، حتی خیلی اصلاحات مشخص اصلاح بشه مثل این که نبود، فقط پیشنهاداتی شد که اینها اگر توضیح هست کنم دکتر. من توضیح تشکر کنم از ایشون. از دو امتیازی که ایشون داشت کارش این بود که از نظر آمالی کارم خودشون انجام دادن، یعنی مشابه آمالی نداشتن. یکم که توی ورزشگاه رو پیدا کردن نمونه و جلب همکارشون بسیار مشکله، یعنی باید در اصلا زمان یک امتیاز برشون نهود بشه. بعد حالا صحبت هایی که آقای پروفسور خانم فهمیدم که مطارش حالا برمیگرده به نقطه نظرات اساتید راهنما. من در مورد آناتومی و بیومکانیک شما فهمیدیم که بهتر حرف بشه اما توضیح داده نشه. این از این نظر آورده شد که بخاطر این یک کاری بود که در مورد جدید بود تا حالا هیچ کس انجام نداده بود، مثلا زایاد کشیدگی عضلات مثلا رو همین سینگا روی سیستموس کار شده معمولا زیاد بود ولی روی عضلات ادوکتور خیلی کم بود. برای همین گفتیم که مثلا یه مقدار مقایسه نظری بیارن که توضیح های بیشتری در مورد این عضلات بود که نقلی عمل کردشون چی بود، استابلیزیشن فورم میتونه روی این مسئله تاثیر بذاره. حالا اگه نظری که نیست هست بشه از اون پایدنامه شون خیلی کم باشه. نه، خیلی کمی هست. ولی یکی جلیم بود که البته خیلی خلاصه هم بود. خیلی کسی نیست که بسید. اگه شما میتونم بودیم.